آقا شما حتما یه امیری، محمدی، فاتحی، کسی دور براتون هست یا بوده که فرنز رو 50 بار دیده و بعد هر بار بیاد بگه اه فرنز رو ندیدی؟ سیتکام نگاه نمی کنی؟ آقا تو اصلا عمرت به فناست، داری با زندگی چیکار میکنی؟ و تو حتی تو اون لحظه نمیدونی سیتکام چی هست؟ این ویدیوی کوتاه و ویدیوی بعدی سینمالوژی مال توه. تو این ویدیو قراره توضیح کوتاه از این بدیم که سیتکام چیه، از کجا اومده، چطور اوج گرفته، و توی ویدیوی بعدی سیتکام هایی که به فرد یک فرد مبتدی برای شروع معرفی به دنیای سیتکام خوبه که ببینه رو بهتون معرفی کنیم. سلام، من امیرعباسم، اینجا فیلمالوژی. خیلی خوش اومدید به این ویدیو، امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. لایک و ساب و این چرت و پرتا یادتون نره. بدون زر اضافه بریم سراغ این ویدیو. آقا سیتکام یا سیچویشن کمدی همون کمدی موقعیته، یه ژانر خیلی جوون که تا قبل دهه 50 میلادی حتی وجود نداشته. قبل از دهه 50 میلادی چیزی شبیه به سیتکام امروزی توی رادیو به صورت دیالوگ محور اجرا می‌شده، اما سال 1950 بود که آقای ویلیام آشر تا سال 1970 بیش از 20 تا سریال کمدی موقعیت رو ساخت و معروف‌ترینشون هم لاو لوسی بود. به همین دلیل بهش لقب خالق سیتکام جهان رو دادن. در معنی کلی سیتکام چیه؟ آقا سیتکام یه سریال طولانیه، معمولاً بیش از 2 فصل و حتی تا 10 فصل 12 فصل هم میره و اینطوریه که خیلی هم زمان طولانی نداره، بازیگرای محدودی داره و لوکیشن محدودی هم داره و کمدیش در موقعیت‌های برخورد اون آدم‌ها با هم اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی شما در کل سریال بیشتر از 6 7 12 تا بازیگر نمیبینی و بیشتر از 5 6 تا موقعیت و لوکیشن هم نمیبینی که توش فیلم برداری اتفاق بیفته و هر کمدی خلق میشه در زندگی روزمره اون کاراکترها و اتفاقاتی که دارن انجام میدن و این یه احساس نزدیکی شما به اون بازیگرها رو شکل میده، اینطوری که شما حس میکنید دارید با اون آدم‌ها زندگی میکنید و اون آدم ها خانواده شما. به خاطر همینه وقتی کسی میره سراغ دنیای سیتکام دیگه نمیتونه ازش دل بکنه و یه سریال رو 10 بار 12 بار و حتی بیشتر میبینه، چون حس میکنه داره از خانوادهش جدا میشه تا یه سریال که خیلی خیلی براش سخته. شبکه های NBC و CBS مهمترین شبکه های تلویزیون ایالات متحده آمریکا توی دهه 70 تا 90 بودن که سریال سیتکام پخش میکردن و توی اون مدت هم اثر نگذاریم واقعا سریال های با کیفیت و محبوبی ساختن، تا موقعی که اثرگذارترین، محبوبترین و زخمی کننده ترین سریال سیتکام دنیا پخش شد، سریال فرندز. سریالی که خب تو ادامه این کانال یوتیوب خیلی قرار ازش حرف بزنیم و قرار چند اپیزود ازش داشته باشیم، اما سریال فرندز سریالی بود که اصلا نقطه اشتراک‌گذاری زبان انگلیسی با خیلی از فرهنگ‌ها بود. سریالی بود که خانواده‌های آمریکایی رو و سبک زندگی آمریکایی رو به خیلی کشورها، تا حتی دورترین کشورها، کشورهای عرب زبان، کشورهای شرق آسیا معرفی کرد و خیلی‌ها باهاش خو گرفتن و خیلی عاشقش شدن و اصلا خیلی‌ها باهاش زبان یاد گرفتن، اصلا زندگی کردن باهاش. خود منی که اینجا کنارم براتون صحبت می‌کنم فرندز رو 13 بار دیدم. پس اصلا فرندز رو از دست ندید، اما فعلا خیلی ازش صحبت نکنیم، بریم دوباره سراغ بحث سیتکام کمدی. بعد از دهه 90 میلادی بود که به لطف این دوتا شبکه، سریال فرندز و اتفاقات دیگه، کم کم شبکه‌های استریم خانگی مثل HBO و شبکه‌های دیگه سیتکام‌های بیشتر و محبوب‌تری رو شروع کردن به پخش کردن که قراره تو ویدئوی بعدی بهتون معرفیشون کنیم. در کل اگه سیتکام کمدی براتون بعد این معرفی جذاب شده، به هیچ وجه ویدئوی بعد از دست ندین، چون قراره بهتون سیتکام های مناسب برای شروع کردن دنیای سیتکام رو معرفی کنیم و سیتکام های خوبی که هیچ جوره نباید از دست بدید و امیدوارم این ویدیو رو لذت برده باشین ازش. سعی کردیم کوتاه باشه، یه مقدمه برای ویدیوهای بعدی باشه. دوستتون داریم، خدا نگهدار.